This meeting is being recorded. عرض سلام و درود و ادب دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند، دوستداران ادب فارسی. بسیار خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستیم و طبق روال همیشگیمون با غزل‌های سعدی و مولانا و حافظ در کنار هم خواهیم بود و سعی خواهیم کرد که از این منابع عظیم ادب فارسی استفاده کنیم و از حضور دوستان بسیار عزیز ارجمندی هم که در جلسه حضور دارن بهره مند بشیم تا بر آموخته‌های ادبی خودمون بیفزاییم. خب من با اجازه اسکرین شیر رو آغاز میکنم و اول از همه از طبق روال معمول خودمون از سعدی شروع خواهیم کرد. خب من مرتب کنم. این غزل شماره 117 جناب سعدی هست و آغاز میکنیم با خواندن و برها ترجمه و تفسیر تا اونجایی که امکان داره از غزل. غزل شماره 117 میفرماید که ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. خلق را بیدار باید بود از آب قرب را بیدار باید بود از آب چشم من، وین عجب کن وقت میگریم که کس بیدار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد، قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست. بیدلان را عیب کردم لاجرم بیدل شدم، آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار نیست. ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدد، آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست. بارها روی از پریشانی به دیوار آورم و از غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست. ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی، گر حدیثی هست با یار است و با اغیار نیست. قادری بر هر چه میخواهی مگر آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. احتمال نیش کردن واجب است از بهر نوش، حمل کوه بیستون بر یاد شیرین بار نیست. سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه، ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست. گر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن، بدر بی نقصان و ذره بی عیب و گل بی خار نیست. لوحش الله از قد و بالای آن سر به سهی، زان که همتایش به زیر گنبد دوار نیست. دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن، من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست. خب ملاحظه فرمودید که این غزل حالا طبق تعریفی که داشتیم میکردیم 13 بیته. ببینید خیلی کلماتی هم که با هم اومده: دشوار، بیدار، گفتار، بسیار، بار، دیوار، اغیار، آزار، دو مرتبه باز اینجا بار، گفتار، خار، دوار، گلزار. ببینید این کلمات که آدم بخواد پیدا کنه توی غزل به کار ببره که هم وزن و هم به اصطلاح شکل باشن با هم دیگه، خیلی خیلی کار سختیه. برحال ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار است. مشخصه خطاب به مثلا کسی صحبت میکنه گویا سعدی با شنونده است. میگه ای کسی که گفتی که هیچ مشکل چون فراق یار، گفته بودی که هیچ سختی به سختی دوری یار نیست، اما اگر امید وصل وجود داشته باشه این هم کار سختی نیست. فقط مهم اینه که امید وصل وجود داشته. این چیزیست که
همه عشاق به امید همین وصل هستش که در وادی عشق گام میزن. خواب را بیدار باید بود از آب چشم من. وین عجب کن وقت میگردیم که کس بیدار نیست. میگه مردم باید آگاه باشن که من گریه میکنم در فراق یار خودم. اما مشکل من این است که وقتی گریه میکنم تهمید که خوابیدن و به سلام شاهد و ناظر این غم و اندوه من نیستم. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد. حاجت گفتار نیست. میبینید این به اصطلاح تلمیح و استعاره ای که به کار برده فوق العاده زیباست از نظر ادبی. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد. نوک مژگان من با رنگ سرخ بر سفیدی روی زرد من قصه دل منی می نویسه. نیازی به گفتار نیست. یعنی چی؟ یعنی عشق خونینی که من دارم در فراق یار می ریزم و این بر چهره و صورت زرد من داره جاری میشه، خودش مبینه به اصطلاح حال هوای من هست و نیازی است که من بخوام توضیح بدم. بیدلان را عیب کردم، لاجرم بیدل شدم. آن گناه را این قوت همچنان بسیار نیست. میگه آدم های بیدل رو بهشون طعنه زدم و به همین دلیل خودم هم بیدل شدم. یعنی من جزای طعنه بیدلان رو دارم میکشم و این گناه، این عقوبتی که من کردم برای من به خاطر اون طعنه ای که بر بیدلان زدم به اصطلاح مجازات زیادی نیست، حقم همین بوده. من دیگران رو نهی کردم و نفی کردم، خداوند خود من رو هم گرفتار. ای نصیب صبح، اگر باز اتفاقی افتدت آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست. دو مرتبه این نسیم صبحگاهی هستش که رابط بین عاشق و معشوق هستش و از کوی معشوق به سراغ عاشق میاد و یا از طریق از محل عاشق به سوی معشوق میره. میگه که ای نصیب صبحگاهی، اگر برای تو اتفاقی افتاد که روی معشوق من رو ببینی سلام منو برسون، زیرا ما رو که اونجا راه نمیدم بلکه تو اونجا راه پیدا کن. بارها روی از پریشانی به دیوار آورم و از غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست. بر غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست. یه که من از سر پریشانی نمیتونم حرفمو با کسی بزنم و بهترین مونس من که مخاطب من قرار میگیره، حوصله شنیدن راز دل منو داره، همون دیوار هستش که من روی به دیوار میکنم و در خلوت به اصطلاح حال روز دل و قلب خودم رو برای دیوار چکار میکنم توضیح میدم. ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی، گر حدیثی هست با یار است با اغیار نیست. میگه که ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی. میگه که ما به اصطلاح از مردم کنار گزیدیم و صحبت خودم رو با مردم نمی کنیم و به اصطلاح اگرم بخوایم حدیث دل خودمون رو با کسی بگیم با یار خودمون بگیم، یاری که در قلب ما جای دارد، با اغیار سخن نمی گوییم. این نشان دهنده اون به اصطلاح حس چجوری بخوام بگم عزلت گزینی است که عاشق دارد و دلش میخواد که راضی نیاز خودش رو فقط با معشوق خودش بکنه و نباید دیگران. قادری بر هرچی میخواهی مگر آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. میگه که تو میتونی به اصطلاح هر کار که دلت بخواد انجام بدی، اما فقط من نمیتونی بیازاری. چرا من نمیتونی بیازاری؟ به خاطر اینکه دیگه بزرگترین آزاری که یه نفر به نفر بده اینه که مثلا با شمشیر بزنه تو مغزش و بکشتش دیگه، این دیگه بالاترین آزار. میگه اگر تو حتی شمشیر بر فرق من بگذاری، من به اصطلاح این بر من آزاری به حساب نمیاد. پس بنابراین
تو هر کار دیگه هم که بخوای بکنی این بر ما آزار است. یعنی در واقع خودش رو تسلیم مطلق معشوق کرد، میگه تو هر بلایی میخوای به سر من بیار و مطمئن باش که هیچ بلایی که از تو به من برسد در به سلام پیشگاه من آزار لحاظ نمیشود. خب احتمال نیش کردن واجب است از بحر نوش، حمل کوه بیستون بر یاد شیرین بار یا بر یاد شیرین بار نیست. میگه که یه اشاره‌ای من فکر میکنم به اون داستان شیرین و فرهاد داره که فرهاد به خاطر عشق شیرین حاضر میشه که اولا یه تونلی در کوه بیستون به وجود بیاره که لشکر خسروپرویز بتونه از این سوی کوه به آن سوی کوه بره بدون اینکه کوه رو دور بزنه، یک. و دوم اینکه قصری بسازد که در کوه رو بتراشد که گوسفندها رو در بالای کوه بدوشن، شیرش از داخل جوی بیاد داخل اون قصر، این شیرین مثلا خودش رو در شیر بشوید و صحبت های از این دست که در اون داستان نظامی گنجوی بسیار زیبا بهش اشاره شد. این اشاره به اون داستان میکنه که یکی احتمال نیش کردن واجب است از بحر نیش. به کسی که میخواد شهد بخوره خودش باید آماده این نیش بکنه دیگه، نیش زنبور بالاخره حمله میکنه زنبور. و حمل کوه بیستون، کندن کوه بیستون با یاد شیرین کار سختی نخواهد بود. همش بحث امیده، امید به وصاله که انسان رو برای هر سختی آماده میکنه. سر را مانی ولی که سر را رفتار نه، ماه را مانی ولی که ماه را گفتار نیست. میگه که تو مانند سروی اما مانند سر عمل نمی کنی، مانند ماهی ولی ماه که نمیتونه حرف بزنه ولی تو میتونه حرفم بزنی. پس بنابراین تو هم از سر و هم از ماه به قامت و زیبایی یکسانی و بالاتر از آنها هم هستی. پس بنابراین سر حرکت نمی کنه، تو حرکت میکنی، ماه به اصطلاح گفتار نداره ولی تو گفتار داری. میگه گردنم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن، بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیست. میبینی میگه گردنم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن، میگه دل من عاشق توه و دیوانه شده در عشق، عیب برش نگی. چرا؟ برای اینکه ماه بدر نقصان داره، میدونی که بدر 100% ماه کامل نیست که کوچولوی کنارش سیاهی داره. دیگه بدر بی نقصان زر بی عیب، زرم طلا هر چقدر که خالص بشه مثلا فرض کنید عیار 16 یا 20 یا 24 برهای مدار نقصان در طلا هم وجود داره و گلم که بدون خار میشه. پس مرمین ما هم دلمون دیوانه است، حالا دل ما هم دل خوبیه ولی عاشق و دیوانه است. مرمین این دل ما رو همونطور که هست بپذیر با علارغم دیوانه میشه. بعد میگه لوحش الله از قد و بالا آیان سر به سهی زان که همتاویش به زیر گنبد دوار. لوحش الله یعنی پناه بر خدا، خیلی سر زبونی بخوام ترجمه کنم میگه پناه بر خدا از اون قد و بالا و این سر به سهی که من دارم یا من میبینم از زیباییش، زان که همتاویش به زیر گنبد دوار نیست. زیرا مانندی در این گنبد دوار، این آسمان بزرگ، این کهکشان زیبایی مانند زیبای من که این سرو صحیحی هستش که سبز خرم جاویدان همیشه گیست بلند قامت و پردوام، همچین چیزی در این جهان هستی وجود داره. دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن، من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست. به من بگن آقا باشو برو توی گلزار، من یه گلی رو دوست دارم که در گلزار وجود نداره. اصلا من دنبال گل گلزار نیستم، من گلی رو میخوام که اساسا در این گلزار در حال جهان مادی وجود ندارد. پس برای من دنبال یه گل دیگری هستم. خب اون غزل 117 و اما میایم سراغ غزل 118. خب میفرماید که جان ندارد هر که جانانیش نیست، تنگ عیش است آن که بستانیش نیست.
هر که را صورت دبند از سر عشق صورتی دارد ولی جانیش نیست. گر دلی داری به دل بندی بده، زایان کشور که سلطانیش نیست. کامران آن دل که محبوبیش هست، نیکبخت آن سر که سامانیش نیست. چشم نابینا زمین و آسمان، زن نمی بیند که انسانیش نیست. چشم نابینا زمین و آسمان، زن نمی بیند که انسانیش نیست. عارفان درویش صاحب درد را پادشاه خوانند گر نامیش نیست. ماجرای عقل پرسیدم ز عشق، گفت معزول است فرمانیش نیست. ماجرای عقل پرسیدم ز عشق، گفت معزول است و فرمانیش نیست. درد عشق از تندرستی خوشتر است، گرچه بیش از صبر درمانیش نیست. هر که را با ماه روی سرخوش است، دولتی دارد که پایانیش نیست. خانه زندان است و تنهایی زلال، حکه چون سعدی گلستانیش نیست. خب ببینیم که چی گفته جناب سعدی. میفرماید که جان ندارد هر که جانانش نیست، تنگ عیش است آن که بستانیش نیست. معنیش مشخصه، میگه هر که جانانی ندارد، هر کس معشوقی ندارد در واقع جان و هر کسی که بستانی ندارد عیشی هم ندارد. پس بنابراین شما برای اینکه زنده واقعی باشی باید دل در گروه معشوقی داشته باشی، و اگر میخواهید که عیش داشته باشید باید بستانی داشته باشید. یعنی چی؟ به گلزاری رفت آمد بکنید. هر که را صورت دبند از سر عشق صورتی دارد ولی جانیش نیست. میبینید حالا اینجا بیشتر توصیح میده بیت اول، میگه که هر کسی که صورت سر عشق رو درک نکرده است، صورت نبسته است برای سر عشق را درک نکرده است، ظاهرا صورتی داره، ظاهرا زنده است ولی جان نداره. پس یعنی چی؟ ما زنده به جان و جان ما جان عشق و عاشق است و عشق و جان عاشق است. گر دلی داری به دلبندی بده، زایان کشور که سلطانیش نیست. میگه اون کشوری که پادشاهی نداره نابوده. پس بنابراین تو هم اگر دلی داری که به اصطلاح کشور جان تو هستش، اونو باید به یک دلبندی بدی، به یک معشوق بدی. پس بنابراین سعدی میخواد به ما بگه اون کسانی که عاشق نیستن در واقع حیات واقعی هم ندارن. کامران دل که محبوبیش هست، نیکبخت آن سر که سامانیش نیست. میگه آن دلی که محبوبی دارد کامران است، یعنی کامروا شده است، یعنی به سعادت رسیده است. ولی وقت آن سری است که سامانی ندارد، یعنی سر قوی، قوی یعنی با قین سرگشته. آن سری که سرگشته، سرگشته معشوق است، او به اصطلاح نیکبخت است. چشم نابینا زمین و آسمان، زن نمیبیند که انسانیش نیست. میگن کسانی که چشمشون نابیناست و کور هستن، اینها زمین و آسمان را نمیتونن ببینن زیرا که انسانی در وجودشون وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی حقیقت زمین و آسمان را اون کسی میبیند که با چشم بصیرت به این جهان هستی چکار میکند؟ نگاه میکند. عارفان درویش صاحب درد را پادشاه خوانند گر نامیش نیست. پس بنابراین این کامروانی و کامرانی که جناب سعدی در اینجا داره بحث میکنه، کامرانی و کامروایی زندگی مادی و پول و قصر و استخر و ماشین و نمیدونم خدم و حشم نیست. به این دلیل میگه که عارفان درویش صاحب درد را، میگه عارفان اون درویشی که درد در قلبش وجود داره، میگن پادشاه وجود است اگرچه که نانی در بساط ندارد. پس یعنی اون پادشاهی، اون کامروایی غیر پادشاهی مادی دنیاییست، یک پادشاهی معنویست. ماجرای عبد پرسیدم ز عشق، گفت معزول است و فرمانیش نیست. میگه از عشق راجع به عقل صحبت، این تضاد عقل و عشق که
در سخن مولانا هم به شدت اینو شما میبینید، میبینیم که جناب سعدی هم در همین وادی با مولانا هم سخن است. میگه ماجرای عقل پرسیدم ز عشق، گفت معزول است و فرما. میگه در وادی دل عشق از رابطه با عقل از عشق سوال کردم، گفتم جایگاه عقل کجاست؟ گفت ایشون در این وادی معزول است، عزل شده است، جایگاهی ندارد، فرمانی ندارد، دستوری ندارد، پس برای نقش ایفا نمی کنه. پس در وادی عشق اساسا عقل جایگاهی ندارد. درد عشق اصلا درستی خوشتر است، گرچه بیش از صبر درمانیش نیست. میگه که درد عشق اصلا درستی خوشتر است. میگه اگه آدم به درد عشق گرفتار باشد بهتر است تا اینکه چی باشد؟ تندرست باشد. و همه ما هم میدانیم که درد عشق یک درمان بیشتر نداره، یک دارو بیشتر نداره، و اون هم چی؟ صبره. صبر بر درد عشق است. پس فرمودیم اولا درد عشق بهتر از سلامتی، ثانیا دوای درد عشق هم صبر کردن است. خب هر که را با ماه روی سرخوش است، دولتی دارد که پایانیش نیست. هر کس که سرخوش است، یعنی مست است، مست است. از این کلمه سرخوش، البته تلفظش رو ترکای ترکیه می گفتن سرخوش، اون خیر رو نمیتونستن تلفظ کنن، می گفتن خوش. سرخوش، سرخوش است یعنی برنی مست در زبان ترکی، ترکی استانبولی به قول من. دیگه که هر که را با ماه روی سرخوش است، دولتی دارد که پایان است. اینجا تو لفظ فارسی ما سرخوش بودن یعنی خوشحال بودن، مشغول بودن، لذت بردن، یه همچین چیزی برد. میگه هر کسی که با یک ماهروی مشغول هست و خوشحال است، در کنار رو لذت میبرد، از یک دولتی برخوردار است که پایان ندارد. این معشوق بر اساس ابیات قبلی یک عشق الهی است، یک معشوق الهی است. خب خانه را زندان، خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. زلال یعنی به اصطلاح گمراهی، تا اونجا که من میگم. میگه خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. میگه اگر سعدی در خانه نشسته است و تنها است، او خوشبخت است، زیرا گلستانی در بردارد، همون در کنج خانه ها. اما اگر یه نفر در کنج خانه نشسته، تنها هم است، گلستانی هم مانند سعدی در بر ندارد، اون در تنهایی و زلالت و گمراهی دارد زندگی میکنه. پس بنابراین معنی که داره معنی متضاد رو میرسونه، که سعدی اگرچه در خانه است و اگرچه تنها است، اما چون گلستانی در بردارد، بنابراین در دولت و زیبایی و خوشی زندگی میکنه. اما کسی که این گلستان رو نداشته باشد، در واقع در زلالت و گمراهی داره زندگی میکنه. اما بیاییم سراغ غزل شماره 119 هیجان انگیز خودمون، ببینیم که 119 چی میگه. هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست، پنجه بر زور آوران انداختن فرهنگ نیست. در که میخواه در که خواهم بستن آن دل که از وصالت برکنم، چون تو در عالم نباشد، ورنه عالم تنگ نیست. شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست، سون را آیینه ای باید که بر وی زنگ نیست. با زمانی دیگر اندازه ای که پندم میدهی، که این زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. گر تو را کامی براید دیر زود از وصل یار، بعد از آن نامد درستگاهی براید ننگ نیست. سوس پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای، صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست. گر تو را آهنگ وصل ما نباشد، گو مباش،
دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست، بر به سنگ از صحبت خیشم برانی عاقبت، خود دلت بر من ببخشاید که آخر سنگ نیست. سعدیا نامت به رندی در جهان افسانه شد، از چه میترسی دیگر بعد از سیاهی رنگ نیست. ببینید که اینجا هم جناب سعدی با حافظ شیرین سخن ما همدل و همراه شد و در وادی رندی گام گذاشته. خیلی این جالب. هرچه خواهی کن که ما را با تو روی چنگ نیست، پنجه بر زورا وران انداختن فرهنگ نیست. میبینید باز هم تسلیم مطلق معشوق بودن رو اینجا داره اعاده میکنه. یه هرچی دلت میخواد با ما بکن، ما با تو سر جنگ نداریم. میخوای بزنی، میخوای بکشی، میخوای نمیدونم زندان کنی، میخوای شکنجه کنی، میخوای ببوسی، میخوای در آغوش بگیری، هر کار دلت بخوای با ما بکنی بکن، ما تسلیم مطلق هستیم، ما با تو سر جنگی نداریم. زیرا که پنجه با زوراوران کردن فرهنگ نیست. یعنی تو زوراوری، تو قدرتمندی، ما در مقابل تو تسلیم مطلق هستیم. در که خواهم بستن آن دل که از وصالت برکنم، چون تو در عالم نباشد ورنه عالم تنگ نیست. میگه بله، هر کسی میتونه دل از تو بکنه ببره به یه جای دیگه، اما کو کسی که شبیه به تو باشد در عالم؟ دنیا بزرگه، اما دلی که من از تو برکنم به کی میخواهم وصل کنم؟ هر کی میخواهم بنم، کسی مانند تو پیدا نمیشه. پس برابر این، ما دل در گرو به عشق تو داریم، تو هم آزاد هستی که هر بلایی که دلت میخواه به سر ما بیاد. شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست، سون را آوینهی باید که بر وی زنگ نیست. این خیلی تعبیر عارفانه زیبایی داره. یکی هر چشمی اون بینش و بصیرت دیدن معشوق ما رو که نداره، هر چشمی که نمیتونه معشوق منو ببینه، برای دیدن سون یعنی ساخت، سانع سخت، سون یعنی صنعت، برای دیدن ساخت به اصطلاح اون معشوق من، دیدن پیکر معشوق من، یک آینه‌ای باید وجود داشته باشد که از زنگار چی باشد؟ زدوده باشد. درست مثل داستانه که براتون چندین بار گفتم، داستان دوست یوسفی که برای یوسف چی آورده بود؟ آینه هدیه آورده بود بعد از 30 سال دوری از یوسف، براش آینه بود، گفت من این آینه را آوردم که تو چهره زیبای خودت رو در این آینه ببینی، چون هیچ هدیه‌ای زیباتر از چهره زیبای خودت نیست که به تو هدیه کنم. بنابراین اینم داره همین میگه، آینه‌ای باید باشد که زنگار نداشته باشد تا بتواند تصویر معشوق من در آن چی بشه؟ منعکس شود. با زمان دیگر انداز ای که پندم میده، که این زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. میگه یه کسی که من رو نصیحت میکنه که آقا دست از این عشق و عاشقی بردار، دست از این سرگشتگی بردار، میگه که یه زمان دیگه بیا بنا حدیث به صلاح راه نمایی و هدایت و نصیحت کن، زیرا که الان من گوشم بر چنگ است، یعنی اینجا چنگ موسیقی رو داره بیان میکنه، و دلم در چنگ نیست، دلم ربوده شده از دست من، دلم رفته، در چنگ من نیست. پس این چنگ دوم، چنگ پنجه دسته و به اصطلاح در دست گرفتنه، چنگ اول موسیقیه، به اصطلاح اون ساز موسیقایی است. در تو را کامی برآید دیر زود از وصل یار، بعد از آن نامد به رسوایی برآید ننگ نیست. میبینید دیگه که اگر تو حتی یه لحظه دیر یا زود، کوتاه یا بلند به وصل یار برسی، بعد از آن دیگه تو رو رسوایی و بدنامی فرا بگیره در این جهان هستی، این اساساً به سلام رسوایی ننگ ندارد. پس بنابراین می‌ارزد که انسان به رسوایی برسد در قبال یک لحظه وصل یار رو درک کرده. سوز پیمارا چرا کردی خلاف عقل را؟ صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست. یکی ای سوز پیمارا،
چرا برخلاف عقل و رای اقدام کردی؟ صلح با دشمن، اگر با دوستانت جنگ، اگر تو با دوستانت هم جنگ نداری با دشمن صلح کن. یعنی چی؟ یعنی من چه در قالب دوست و یا دشمن منو ببینی با من چیکار کن؟ مدارا کن. یعنی من در هر حال که تو منو ببینی چه منو دشمن خود حساب کنی یا دوست خود حساب کنی با من مدارا کن، منو از خود مرو. گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش، دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست. میگه مهم نیست که تو به اصطلاح نمیخوای اساسا ما رو بپذیری، ما رو ببینی، عیبی نداره، ولی ما دوستیم، ما فقط خواهان دیدار تو هستیم. اینکه حالا تو چه فکری راجع به ما میکنی دیگه مهم نیست، میخوای ما رو بران، میخوای ما رو بپذیر، ما خواهان وصال تو هستیم. ببین چقدر عاشقانه واقعا احساس خودش بیان میکنه. بعد دیگه که من به سنگ از صحبت خویشم برانی عاقبت، خود دلت بر من ببخشای که آخر سنگ نیست. این یک سبقه به اصطلاح قرآنی داره که میفرماید فقط سوره چیه یادم رفتش، سوره مائده، فکرم در سوره مائده خوندم، میفرماید که خداوند به اصطلاح، یعنی آیه از اینجا شروع میشه، میگه که اونایی که گناه کردن اینجوری کردن وجود کردن اگر توبه کنن خداوند گناهان اونها را میبخشاید، زیرا که خداوند غفور و رحیم است. خب اگر توبه کنن و اصلاح کنن کار خودشون، خداوند به اصطلاح گناهان گذشته شون رو میامرزه، زیرا که خداوند غفور و رحیم است و یا به اصطلاح رحمت را بر خود فرض کرده است، بر خود واجب دانسته است. این هم همونجا هست، میگه که میگه اگر به سنگ تو ظاهرن من رو به اصطلاح میرانی از خودت، با سنگ من میزنی و من از خود میرانی، اما در نهایت دلت بر من میبخشه زیرا که تو رحم دل هستی. اونجا هم میگه، میگه که اگر کسی کار بدی بکنه خداوند شدید العقابه و یک ذره کار بد بکنید اینو جزا میده، یک ذره کار خوب بکنید جزای خوب میده، و کسانی که به اصطلاح کافر میشن به جهنم میرن و اصال از این دسته. ولی در نهایت و آخر آیه همین میفرماید که اما اگر توبه کنید و اصلاح کنید کار خودتون رو، خداوند شما رو میبخشید زیرا که رحمت را بر خود، غفور بودن را بر خود واجب کرده است. اینم به همون جا شد. خب سعدیا، نامت به رندی در جهان افسانه شد، از چه میترسی دیگر؟ بعد از سیاهی رنگ نیست. میگه که خودشه دیگه، میگه تو اسمت در جهان افسانه شده است به رندی، و به اصطلاح رندی هم یعنی سیاهی دیگه، یعنی آدم رند. حالا میگفتن که اینایی بودن که در چه میدونم میکده ها میچرخیدن و کارهای از این دست میکردن و مشروب میکردن، ظاهرا اینطوری به نظر، ولی در واقع میگه تو اسم برندی در جهان به اصطلاح پخش شده است. برابر این چیزی نیست که از دست میدید، یعنی دیگه آبرویی نداری که از دست میدید دیگه، والا ترسیهایی که دیگه رنگ نیست. ولی اینجا میخواد بگه که من در میکده عشق معروف شدم به اصطلاح میخارج. خب بیایم شماره غزل 120 ببینیم که غزل شماره 120 میفرماید که غزل خبرت هست که بی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست، خالی از ذکر تو عضوی، خالی از ذکر تو عضوی چه کایت باشد، سر مویی بغلط در همه اندامم نیست، میل آن دانه خالم نظری بیش نبود، چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست، شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، بام دادت که نبینم طمع شامم نیست، چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم، به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست، نازنینا مگر آن جور که کافر نکند، ور جهودی بکنم بهره در اسلامم نیست، گو همه شهر به جنگم به در آیند و خلاف،
من که در خلمت خاصم خبر از عامم نیست. نه به زرق آمدم تا به ملامت بروم، بندگی لازم اگر عزت و اکرامم نیست. نه به زرق آمدم تا به ملامت بروم، بندگی لازم اگر عزت و اکرامم نیست. به خدا و به سراپای تو که از دوستیت خبر از دشمن و اندیشه از دشمنامم نیست. دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی، به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. سعدیا، نامتناسب حیوانی باشد هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست. به به. خب میفرماید که خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. میبینید داره با معشوقش صحبت میکنه دیگه، میگه میدونی که بدون تو من قرار آرام ندارم و طاقت این همه مدت دوری تو رو هم نمیتونم داشته باشم. خالی از ذکر تو عذر چه حکایت باشد، سر بویی به غلط در همه اندام. میگه که تمام اجزای بدن من، حتی موهای بدن من به اصطلاح ذکر تو رو میکنن. میدونید همه دارن ذکر تو رو میکنن، یعنی بند وجود من در فراق تو دارد ذکر میکنه و میاد. بعد میگه میل آن دانه خالم نظری بیش نبود، چون به دیدم ره بیرون شدن از دامم نیست. میگه آقا ما این مثلا خال دانه خال تو رو فقط باعث یه نگاهی فقط بکنیم، حالا که دیدیم گرفتار شدیم دیگه نمیتونیم چشم برداریم و نمیتونیم از دام عشق تو خارج بود. چقدر زیبا خال معشوق رو به دانه‌ای که در دام گذاشته شده، یعنی چهره معشوق دامه، خالش دانه است که در اون دامه. کسی که میاد و خاطر اون خال، خاطر اون دانه پرنده که میاد، بعد به اصطلاح در دام چهره معشوق گرفتار میشه. خیلی تعبیر زیبا و شاعرانه است. شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، بامدادت که نبینم طمع شامم نیست. میگه که شبا تا صبح دارم گریه میکنم، فکر میکنم که اصلا روزی نمیاد، اینقدر طولانی شب. بامداد که میشه، بامداد که نبینم طمع شام نیست. بامداد که تو رو نمیبینم دیگه نمیخوام اساسا شب بشه، میخوام اینقدر روز باشد و ادامه داشته باشه که تو رو دو مرتبه ببینم، بیای و ببینم. خب چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم، به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست. میگه از اون روزی که سرم رو بلند کردم و روی زیبایی تو رو دیدم، دیگه با این چشم سرم نمیتوانم اقوامم رو ببینم. یعنی دیگه تو اومدی در دیده من پر شدی و دیده من به غیر از روی تو چیز دیگه رو نمیبینه و یا نمیخواهد که ببینه، حتی اقوامم رو، حتی دیگران رو، دوستانم رو، خانوادم رو. نازنینا مکن آن جور که کافر نکند، بر جهودی بکنم بهره در اسلام هم نیست. این داستان جهودی هم نکته جالبی ها دیگه. ای نازنین، اون ظلمی که کافر به صلاح میکنه رو انجام ندید، بر جهودی بکنم بهره در اسلام. اگه من مثل جهودا عمل کنم از اسلام بهره ای ندارم. یعنی در واقع جهود رو مظهر دشمنی با اسلام میگیره و یا مظهر کفر میگیره. و جالبه که هم در سعدی هم در فردوسی، من در حافظ خاطرم میاد ولی در فردوسی که چند جا، حداقل دو جا، و در سعدی هم یکی دو جا که ایات باشه، تو گلستان هم میگه که فلان جهود به من گفت که این خانه را بخر که بسیار سود میکنی فلان بسیار. گفتم هر چقدر به سال خوب باشه، همینقدر که تو همسایش هستی این خونه به درد من نمیخوره. یادتون میاد تو گلستان ایاتون باشه. اینجا هم داره میگه که اگر جهودی بکنم بهره‌ای در اسلام دارم. یه نوع انگار که جهود ستیزی در این دوتا شاعر به نوعی حالا وجود دارد. البته شاید هم ریشه در واقعیت‌هایی داشته باشد که در اون زمان ها وجود داشته و احتمالا حالا هم هست. او همه شهر به جنگم به در آیند و خلاف، من که در خلوت خاصم خبر از
عامم نیست. رو همه شهر به جنگم به در آیند و خلاف. من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست. من در یک خلوت خاصی قرار گرفتم که از مردم در واقع عام بریده شدم. من با معشوقم هستم. دیگه حالا این که همه شهر با من دشمن هستن و با من مخالف هستن و قص الهازا برای من اهمیت ندارد. برای من اون حضور در کنار معشوق هست که وجود دارد. نه به زرق آمده ام تا به ملامت بروم. بندگی لازم اگر عزت و اکرامت نیست. نه به زرق آمده ام تا به ملامت بروم. بندگی لازم اگر عزت و اکرامت. میگه من زر یعنی روی و ریا داشتن دیگه. میگه من با روی و ریا و ظاهرسازی نیومدم که با ملامت و سرشکستگی بخوام برم. من اومدم بندگی بکنم حتی اگر اکرام و عزت هم نبینم. پس مروری من مفهومش اینه، من خالصانه به درگاه تو آمدم که بندگی کنم و برای من مهم نیست که شما منو بپذیری یا نپذیری، اکرام بکنی یا نکن. خب به خدا و به سراوی تو که از دوستیت خبر از دشمن و اندیشه ز دشمنامم نیست. قسم میکنه به خدا و به سراپای تو که از دوست، هم به جان معشوق قسم میکنه هم به خدا قسم میکنه، میگه که خبر از دشمن و اندیشه ز دشمن، اصلا از نه از دشمن خبری دارم نه اندیشه ای از دشمنام دارم. یعنی چی؟ یعنی من که در حضور تو هستم دیگه بقیه دنیا برام اهمیتی نداره که دشمن من هستن، دوست من هستن، خوش به من میدن یا من رو مهد میدن. دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی، به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. میگه که اگر به من لطف بکنی یا نکنی من تو رو دوستت دارم و قسم به چشمت میخورم که چشم داشتی نسبت به انعام از سوی تو ندارم. من فقط تو رو میخوام، چشم داشتی هم ندارم که تو به من چیزی بدی یا ندی یا محبتی بکنی یا نه، ولی فقط میخوام که در حضور تو باشم. سعدی نامتناسب حیوانی باشد هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست. میگه اون آدمی که بگه من دل دارم اما دلارامی ندارم، او آدم نیست، اون حیوان نامتناسب است. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی که قلب داره و روح داره و دل داره باید در وادی عشق گام بزنه، باید یک دلارامی هم داشته باشه. خب من این آخرین غزل رو هم بخونم و بعد بیام در خدمت دوستان باشم که از حضور دوستان لذت ببرم. می‌فرماید که با فراقت چند سازم، برگ تنهایی نیست، دستگاه صبر و پایاب شکیبایی نیست، ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد، ترس تنهایی است ورنه بیم رسوایی نیست، مرد گستاخی نیم تا جان در آغوشت کشم، بوسه بر پایت دهم چون دست بالایی نیست، بر گلت آشفتم بگذار تا در باغ بس زاغبانگی بکنم چون بلبل آقایی نیست، تا مصور گشت در چشمم خیال روی دوست، چشم خودبینی ندادم روی خود رایی نیست. یه بار دیگه، تا مصور گشت در چشمم خیال روی دوست، چشم خودبینی ندارم روی خود رایی نیست، درد دوری میکشم گرچه خراب افتادم، بار جورت میبرم گرچه توانایی نیست، طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد، من کرا جویم که چون تو طبع هر جایی نیست. سعدی آتش زبانم قلم سوزان چو شمع، سعدی آتش زبانم در قمت سوزان چو شمع، با همه آتش زبانی در تو گیرایی نیست. سعدی آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع، با همه آتش زبانی در تو گیرایی نیست. با فراغ چند سازم، برگ تنهایی نیست،
دستگاه صبر و پایاب شکیبایی. ببینید فراق یعنی دوری دیگه. دیگه من زاد و توش تنها زیستن و دور ماندن به سرا از تو را ندارم، دستگاه صبر و پایاب شکیبایی هم ندارم. پس بنابراین در مجموع میخواد بگه که فراق تو برای من بسیار مشکل است و من زاد و توش لازم برای دور ماندن از تو را ندارم، این طاقت ترسم از تنهایی احوالم و ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد. ترس تنهایی است بر نه بیم رسوایی نیست. میگه من از اینکه رسوا بشم نگران نیستم، ولی از تنها بودنم نگران هستم و از این نگران هستم که از تنهایی به رسوایی، یعنی به دیوانگی، به اصطلاح جنون کارم بکشه. من از رسوایی ناراحت نیستم، از تنهایی ازش ناراحت. بعد میگه مرد گستاخی نیم تا جان در آغوشت کشم، بوسه بر پایت دهم چون دست بالایی نیست. میگه من آدم گستاخی نیستم که به اصطلاح تو رو در آغوش خودم بگیرم. من در اون حدی هستم که میام و فقط پای تو رو میبوسم، و زیرا که دست بالا ندارم، یعنی جرأت این که بیام بالا و تو رو در آغوش بگیرم، یعنی خودم را در حضور تو خاکسار میبینم، کوچک میبینم. برگلت آشفتم بگذار تا در باغ بست زاغبانگی میکنم چون بلبل آبایی نیست. میگه که من آشفته گل روی تو هستم، اجازه بده که در حضور تو مانند زاغ قارقاری بکنم، زیرا که مانند بلبل آبایی ندارم. ببین چقدر خودش رو کوچک میکنه. آدمی مثل سعدی که ما میگیم خداوند سخنه، واقعا استاد سخنه. خب درد دوری تا مصور گشت در چشمم خیال روی دوست، چشم خود بینی ندارم روی خود رایی نیست. میگه که از زمانی که در چشم من خیال روی دوست مصور شد، یعنی سیمای تو، چهره تو در مثلا چشم من هویدا شد، دیگه نمیتونم خودم رو ببینم و نه خودم رو بیان کنم یا مثلا راه یا نظری از خودم به زبان بیارم. بنابراین تو که آمدی در چشم من، چشم من پر شده و جایی برای دیگر دیدن نیست، حتی خود رو هم نمیتونم ببینم. درد دوری میکشم گرچه خراب افتادم، بار جورت میبرم گرچه توانایی نیست. میگه علی رغم این که خراب شدم، از پا افتادم، همچنان درد دوری تو رو بر دوش میکشم و بار جور و جفای تو رو هم میبرم اگرچه که ناتوانم. پس بنابراین میخواد بگه که من سعدی در عشق تو ناتوانم و همچنان کوله بار درد دوری تو را بر دوش میکشم، با وجود که ناتوانم در این مسیر دارم ادامه میدم. طبع تو سیر آمد از من، جای دیگر دل نهاد، من کرا جویم که چون تو طبع هر جایی نیست. میگه که تو طبع تو از من سیر آمده و دلش به جای دیگری برده، یعنی تو از من سیر شدی، دل تو از من کندی، به جای دیگری برده، ولی من نمیتونم به اصطلاح غیر از تو معشوقی دیگری داشته باشم، نمیتوانم مانند تو عاشق دیگری پیدا کنم یا معشوق دیگری پیدا کنم. ما فقط یک کشن هستم، فقط تو میخوام. سعدی آتش زبانم در غم از سوزان چو شمع، با همه آتش زبانی در تو ویرایی نیست. میگه من سعدی هستم که آتش زبانم، یعنی زبانم مثل آتش سوزان است، ولی در غمت مثل شمع دارم میسوزم و با همه آتش زبانی که دارم نمیتونم در تو بگیرم، نمیتونم تو رو بسوزونم، نمیتونم تو رو روشن کنم. بنابراین علی‌رغم همه شیوا سخنی که بنده دارم، بازم نمیتوانم که مهر تو رو نسبت به خودم چیکار کنم، جلب بکنم و یا آتش من در تو نمیگیرد که تو را روشن کنم. خب اینجا دیگه به پایان بخش سعدی میرسیم. اگر اجازه بفرمایید من
استاپ شیر کنم و برگردم خدمت دوستان بسیار عزیز و سلام عرض بکنم خدمت دوستانی هم که تازه به ما پیوستن. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، سرکار خانم فریبا خانم و خانم وفایی عزیز و بعد خانم دکتر شیخ الاسلام بزرگوار و شهرزاد خانم و فریبا خانم و سایر دوستان خانم نیکو و بقیه دوستان. خب حالا دیگه وقتش هستش که شما از دست من استراحت کنید دیگه یه خوری ما لذت ببریم از حضور دوستان. اگر در رابطه با شعرهایی که خوندید شما هم لذت میبریم خیلی. شما بزرگواری خانم دکتر، شما بسیار قربان. دوستان بزرگوار، اساتید بزرگوار من، جناب فرهنگ، جناب علایی، بقیه دوستان عزیز بزرگوار، اگر در رابطه با شعرهایی که خوندید نکته ای ظرافتی وجود داره که قطعا بنده نتونستم خوب بیان بکنم، لطف کنید بفرمایید که استفاده بکنید، وگرنه من دیگه خواهش کنم از دوستانی که به خود هنرنمایی کنن و از این خستگی بیرون بیان. با اجازه شما این بیت آخر بفرمایید. سعدی آتش زبانم تشبیه کرد. بله. به سخنوری سعدی. بله. با همه آتش زبانی استعاده از سخنوریش تشبیه به کار برد، کردش استعاده با همه آتش زبانی استعاره برای سخنوریه. اول سخنان خودش تشبیه کرد به آتش از لحاظ سوز و گداز. یکی راجع به جهود فرمودی. بله بله، این نکته جالبیه اتفاقا. یکی جهود و مسلمان نزاع می کردن، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشان. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدا یا جهود می رانم. جهود گفت به تورات می خورم سوگند، و اگر خراب کنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، گمان نبرد هیچ کس به خود که نادانه. مراده فرمودی چه بود؟ روی قباله ملک با هم جنگ داشتن. این میگفت اگر دروغ گفتم مثل تو مسلمانم، او میگفت اگر من دروغ میگم مثل تو یهودی هستم. این جنگ در گلستان، بار دیگه باز در گلستان. سعدی وقتی که گرفتار میشه و به خانه او بزرگ میره، او کمک میکنه، با جهودانم به کار گل بداشتن. این دو مورد. او وقتی که سعدی میره کشور دیگه و خراب میکنه، به کار گل و کارگری میگیرن، مرد بزرگ ایرانی میبینه و میاره منزل خودش، دخترش رو به عقدش در میاره. گلستانی که در گلستان دختر طعنه میزنه، میگه تو همو بودی که پدرم به قید صد فرنگ گرفت آزادت کرد، به قید صد درم آزاد کرد و در بند هزار درم تو گرفتار. بعد این داستان به کار گرفتن سعدی. این دو مورد در گلستان سعدی. یه موردم استاد علایی در مورد اون خونه بود که گفتش که همینقدر که تو جهوده بهش گفت بیا این خونه رو بخر، خیلی خونه خوبیه، که همونقدر که تو فقط همسایشی به درد نمیخوره. بله. چیزهایی که داشت. نوک مژگانم به سرخی در بیاض روی زرد. خیلی عالی سعدی کار کرده در این بیت. نوک مژگانم به سرخی در بیاض روی زرد، قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست. راجع به عشقی که از ناراحتی یار بر صورتش افتاده، چقدر زیبا تشبیه کرده. بله.
بیاض روی زرد، بیاض سفیدی، سفیدی که بر روی زرد بیفته، اشک اشک سفید بوده. قصه دل می نویسه. ای اشک من بیانگر درد درونی من است، غم درونی من است در فراق یار. بله ماجرای عقل پرسیدم از عشق، هر این قسمت زایه هرچی چون سعدیش گلستانیش نیست. گلستان ایهام، یکی گلستان خودش گلستان و بوستان، یکی گلزار ایهام. زاویه اون کشور که سلطانیش نیست، سلطان استعاره است برای معشوق. یعنی همونطور کشور پادشاه میخواد، من هم معشوق مثل پادشاه من. بسیار زیبا. سون را آینه‌ای باید که بر وی زنگ نیست، گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. چنگ و چنگ جناس تام، گوش در چنگ است. چنگ آلات موسیقی بوده. بله. خواندیم در گلستان، در بوستان گلستان بود. شنیدم که در بزم ترکان مست بوستان، مریدی دف و چنگ مطرب شکست. چو چنگش کشیدند حالی به موی، قرامانو چون دف زدندش به روی. شب از درد چوگان و سیلی نخفت، دگر روز پیرش به تعلیم گفت. نخواهی که باشی چو دف روی ریش، چو چنگی برادر سر انداز بیش. حالت چنگ موش گرفتن مثل چنگ کشیدن. چو چنگ است و دل در چنگ نیست. چنگ اول آلات موسیقی، دل در چنگ نیست یعنی دلش در اختیار خودش نیست. سعدی دل از دست رفته است، عاشق است. بله. دل در چنگ نیست، کنایه هم هست که اختیار نداره. چنگ و چنگ هم جناس تام کامل است. از سیاهی رنگی نیست، خیلی قشنگ به کار برد ضرب المثل معروف که در سعدیا نامد برندی در جهان افسانه شد. از چه میترسی دیگر بعد از سیاهی رنگ نیست؟ میگه من دیگه بدنامی معروف شدم، دیگه هرچی بخوام درستش بکنم نمیشه. ببخشید که به عرایض بنده گوش دادید. خیلی ممنون. عالی بود. خیلی متشکرم. مرسی استاد. یار عالی. مرسی. ممنونم. تشکر. سعدیا نامد برندی در جهان افسانه شد. این رند بخشی سلام عرض کرده بودم خدمت دوستان و با سلام مجدد. همینه که آقای جناب علایی استاد بزرگوار گفتن. رند در زمان سعدی و قبل از اون به یک بار منفی داشته. بله. خودشو میگه به رندی افسانه شد، همونطور که جناب دکتر چایچی هم اشاره فرمودن، میگه خودشو داره بدنام میکنه، خودشو خلافکار داره معرفی میکنه. بله. و واقعا همین بوده. اما وقتی کار به حافظ کشیده میشه، اونجا دیگه بار مثبت پیدا میکنه این رند. بله. یعنی یک آدمی که بار مثبت داره و موجهه. من داشتم پیش خودم فکر میکردم، گفتم دو کلمه هم‌آوا اگر برای اینا در نظر بگیریم در ذهنمون بمونه قشنگه. اگر بگیم رند زمان سعدی آدم طراری بوده، رند زمان حافظ آدم عیاری بوده. اون طرار رو در مقابل عیار قرار بدیم، این بیانگر این دوتا حالت باشه. زیبایی رند طرار،
زنده رند ایار. بله فکر میکنم این قشنگ جایی نخوندم، همینجوری داشتم با خودم فکر میکردم شاید این بیان قشنگی باشه. هر شبت یه چیز دیگه ای بود، من خلاصه میکنم وقت عزیزان نمیگیرم. یک جای دیگه هم همین که الان فرمودن جناب آقای علایی که چنگ میزنی و خم میکنی چیزو، چنگو، چنگ اصلا خمیده هست. حافظ هم میفرماید چنگ خمیده قامت میخواند به اشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان نداره. این به چنگ اصلا هم حالت موسیقیه و خمیده قامته. مسئله دیگه اون داشتیم با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست، دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست. مطلع همین غزل آخر که پایاب یعنی درسته که یعنی آب کم رو نشون میده، ولی استعاره است برای کم، چیز کم. پایاب شکیبایی یعنی شکیبایی بسیار کم، کسی که در این در مقابل متضاد با غرقاب. غرقاب یعنی آبی که غرق میکنه، پایاب یعنی آبی که تا مثلا این قوزک پا، بله این را خواستم بگم دیگه، بیشتر وقتتون نمیگیرم. بسیار عالی بود، دستتون در نکنید. اجازه میفرمایید همونطور آقای فرهنگ فرمودن، رند در قرن 5 و 6 آدم های لاوالی بوده. در داستان تاریخ بیهقی هنگامی که حسنک را اعدام می کنند، مشتی رند را سیم دادن تا سنگ زنن، که مرد خود مرده بود و جلادش رسن بگد گلو افکنده بود. مشتی رند یعنی آدم های لاوالی. اما در قرن 7 بعد از سعدی عرفا رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. رند عارف دیگه، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. همین عرض کردم بله، یعنی این رند دیگه ولی شناسه. بله رند عیاره، به قول آقای جناب فرهنگ رند عیاره که ولی شناسه. اون رند تراره که به حسنک در گرفتن پول، در ازای گرفتن پول سنگ پرداخت میکنه. بله خیلی ممنون از دو تا استاد بزرگوار، لطف کردید، ممنونم. حالا دیگه بریم سراغ خانم فریما. به به می‌بینم شیم که اونجا نشستن و برای اون یه آواز قشنگ بخونن. اصلا دیگه یک کمی از این حال هوای رندی بیاییم بیرون، وارد حال هوای عشق بشیم و لذت، تا ببینیم چه میشه انشاءالله. مرسی. خودتون آنمیوت کنید خانم فریما لطفا. نشدیم. شدید؟ بذارید من بزنم میتونم آمیش کنم. الان خوب شد، الان مثل که اومد. نه من تصویر یه جای دیگه رفته. تصویرتون رفته ولی صداتون الان داره میاد. شما از جلوی اون تصویر نمیدونم چی شده که رفته اون طرف. شما کجا هستید؟ شما اگر روبروی دوربین خودتون نشسته باشید مشکلی نداره. حالا درست بکشید که تصویرتون بیاد وسط. عرض سلام دارم خدمت همگی. من با اجازتون 2 بیت از میرزا حبیب خراسانی در بیات اصفهان تو دستگاه همایون میخونم و به دنبالش 1, 2, 3, 4 بیتم از معینی کرمانشاهی میخونم. بسیار عالی، بفهم. الهی به مستانه، الهی به مستانه جام چهور،
بغل آفرینانه بغل آفرینانه بزم وجود به آنان که بی باد مست آمدند به آنان که بی باد مست آمدند ننوشیده می ننوشیده می می پرست آمدن می پرست آمدن در این حال مستی صفا کردن تو را ای خدا من صدا کردم از این روزگاری که من دیدم چه شبها خدایا خدا کردم نهادم سر سجده بر خاکم به درگاهت امشب دعا کردم به درگاهت امشب دعا کردم سبب گر بسوزد مسبب تو هستی سبب گر بسوزد مسبب تو هستی سبب ساز این جهان تویی سبب ساز این جهان تویی خیلی متشکرم مرسی بسیار عالی بسیار عالی بفهم تموم شد یا بازم هست اون یکی هم بخونید دیگه بازم بخونید کمه نه همین بود دیگه اون دو بیت اذیت میکنید آقای کم بود بیشتر میخواستیم باشه بعدن باشه آماده کنید خودتون رو واسه بعدن دو مرتبه میخوام در توانایی این خانم پریماه عزیز عرض کنم که این غزل رو و این خوانش رو در ظرف دو روز تمرین کردم و جای تحسین داره احسن بله شما با هم در ارتباط هستید شما دو نفر بله در جریان هستید که ایشون اینقدر تمرین کردن چقدر جالبه که با هم در به چایچی 20 ساعت در ارتباط هستیم ماشاءالله خدا حفظتون بسیار عالی خب عرضم به خدمتتون که خانم فریبو همیشه قطعات قشنگی انصافاً اجرا میکنن لطف دارید و این برای این به خود منم آرامش بخشه که بعد از یه مدتی که آدم شعر میخونه و این حرفا یه نفر یه آواز قشنگی که میخونه اصلا انگار که چجوری بگم تنوع در تیست ایجاد میکنه میدونی چه بله. و خستگی رو به در میاد لطف دارید مرسی خب عرضم به خدمتی که حالا میمونیم که برامون میخوان شعر بخونن حالا خانم شهرزاد خانم و خانم وفایی عزیز و بزرگوار ببینم دیگه خودشون بین همدیگه تصمیم بگیرید کدومتون میخواید اول برامون شعر بخونید کدومتون میخواید بعدم بخونید دیگه خودتون با همدیگه تصمیم بگیرید و بخونید من گوش میدم جناب چایچی حالا دیگه میل خودتونه حالا ببینید خانم وفایی چی میگه خانم وفایی شما نظرتون بفرمایید برای من فرقی نمی کنه اگر که در حقیقت میخوان من الان میخونم اگر اجازه بدید آخر میخونم هرش آخر میخونم
خانم شهرزاد خودشون میفرمایید که میخوان فعلا گوش بدن. بعد شما بفرمایید تا بعداً این دفعه تدیگشو بذاریم به خانم شهرزاد دیگه که تدیگ برای ایشون بشه. بفرمایید خواهش. من هم با اجازهتون یکی از اشعار معینیه کرمانشاهی رو خدمتتون تقدیم میکنم. بفرمایید. صدا میکنم. پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. خیش من هم خیش خیش من همینک از در صلح آمده است، بس که گوش از خلق بستم تا شنیدم خیش را. خیش خیش من مرا و هرچه منها بود سوخت، کشتم آن خیش و ز خاکش پروریدم خیش را. می شدم ساقی شدم ساغر شدم مستی شدم، تازه تاکستان هستی خوش چیدم خیش را. سردی کاشانه را با آه گرمی دادم، راه بر خورشید بستم تا دمیدم خیش را. بردداران زمانها چوب حراجم زدن، بردداران زمانها چوب حراجم زدن، دست اول تا برآمد خود خریدم خیش را. بزم سازان جهان می از سبوی پر خورند، من تهی پیمانه بودم سر کشیدم خیش را. عشق و من در یک ترازو قدر هم بشناختیم، ارزش من بین که با گوهر کشیدم خیش را. شمعم و با سوختن تا آخرین دم زنده ام، شمعم و با سوختن تا آخرین دم زنده ام، قطره قطره سوختم تا آفریدم خیش را. سپاسگزارم. یار علی چقدر شعر عمیقی بود انصافا، بسیار شعر عمیق و پرپیام، خیلی قشنگ، مرسی، بسیار عالی. خب حالا نوبت خانم شهرزاد عزیز دیگه نوبتی هم باشه. خانم شهرزاد ببینم. سلام خدمت همه دوستان یاران امشب. یک شعر کوتاهی در رابطه با نسیم و گوان، که گوان در حال نسیم در حال سفره و گوان در آرزوی سفر، براتون میخونم از آقای شفیع کتکنی. به کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان، گوان از نسیم پرسی، دل من گرفته سینجا، هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم، همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان، به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا سرایم. سفرت بخیر، اما تو و دوستی خدا را، چون از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. بسیار عالی، بسیار عالی، دستتون درد. اینقدر خانم ها شعر خوب میخوانن که ما باید دیگه واقعا ما صفر، خانم ها بیست، یعنی بنده واقعا اینقدر شعر خوب میخوانید که بنده نمیخوام دیگه شعر بخوانم. میگم استاد علی ما هم همین کار بکنیم، ما دیگه تعطیل میکنیم میذاری خانم وفایی واقعا اینقدر عالی یا برای من اجرا کنم، به خدا ما بی خودش هستیم.
میکنم جناب علایی و جناب چایچی، ما در مکتب شما میآموزیم. نه واقعا حقیقت دارم ما بزرگواری. خانم بابایی شد خوش از شما یه چیزی گفتین، چون من که به تته پته افتادم برای این که جواب جنب سایش جناب علایی را اصلا من نمیتونم بدیم. شما بزرگی من سخنبایی کنیم که وقتی من شعر سعدی میخونم فکر میکنم که این سعدی بیچاره تنش تو گول میلرزه. این چه مزیه که اینجوری شعر من رو میخونی. بذار خانم شهرزاد و خانم وفایی بخونن که اقلا خود منم کیف کنم، روح سعدی هم شاد میشه واقعا اون موقع وقتی شما با این لحن زیبا این شعرها رو میخونید. به هر حال حالا دیگه قسمت اینطوری شده دیگه، فعلا ما باید بگیم و ولی از حضور شما به هر حال لذت در وجود و حضور شما. خب اگه اجازه بدید پس دیگه الان بریم سراغ اون دوتا بزرگوار دیگر، مولانا و حافظ، و ببینیم که اونها برای ما چه دارن. با اجازتون من اسکرین شیر رو آغاز میکنم مجدد و میایم سراغ این دوتا بزرگ با من پیدا بکنم. بله بله، مولانا این غزل 1489 طبق یاد داشتهای منم درسته، غزل شماره 1489 بر اساس انتخاب آقای شفیعی کدکنی هست که الان این شعر زیبای گون و نسیم رو هم خوندند خانم شهرزاد عزیز و بزرگوار. میگه ساقی زپه عشق روان است روانم، لیکن ز ملولی تو کند است زبانم. میپرم چون تیر سوی عشرت و نوشد، ای دوست به مشکن به جفاهات کمانم. چون خیمه به یک پای به پیش تو به پایم، در خرگهت ای دوست در آورو بنشانم. هین آن لب ساغر بنهند در لب خشکم، وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم. بشنو خبر بابل و افسانه وایل، زیرا ز ره فکرت سیاح جهانم. معذور همی دار اگر شور زهد شد، چون می ندهد عشقی لحظه امانم. آندم که ملولی ز ملولیت ملولم، چون دست به شویی ز من انگشت گزانم. آن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه، من در پی ماه تو چون تو، یا من در پی ماه تو چو سیاره دوانم. وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید، ماننده خورشید سراسر همه جانم. وان روز که چون جان شبی از چشم نهانی، من همچون دل مرغ ز اندیشه تپانم. در روزن من نور تو روزی که بتابد، در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم. این ناطقه خاموش و چو اندیشه نهان رو تا باز نیابد سبب اندیش نشانم. این ناطق خاموش و چند دیشه نهان رو تا باز نیابد سبب اندیش نشانم. خب بریم چی داره میگه جناب مولانا. برحال مولانا در عشق عرفانیش هیچ کس شکی نداره. ساقی ز پی عشق روان است روانم، لیکن ز ملولی گت کند است زبانم. تا اینجاش که خیلی مشخصه دیگه، روان من در پی عشق توی ساقی روانه، ولی از ملولی زبانم کنده. ملولی هم به سلام از ملال میاد دیگه و از ناراحتی از دلتنگی. زبانم کنده، نمیتونم احساسم رو اون گونه که باید و شاید بیان کنم. میپرم چو تیر سوی عشرت و نوشد، ای دوست به مشکن به جفاهات کمانم. کمان اینجا به معنی قد خمیده است، درسته؟ و میگه من مانند تیری هستم که به سوی تو پرتاب میشم، به سوی تو پرواز میکنم، به سوی تو حرکت میکنم. و
میگه این قد چون کمان من رو به جفاهات نشکن، من همین حالا تا شدم، خم شدم و به سوی تو دارم حرکت میکنم، اما بسیار شکننده است و با جفاهای بیشتر من رو نشکن، چون خیمه به یک پای به پیش تو بپایم، در خلقه دوست در آورو بنشانم. میگه من مثل اون مثل چوب خیمه است که چوب اصلی خیمه است که رکن خیمه است در وسط و بقیه به اصطلاح پارچه و نخاب اون بحث میشه و شکل خیمه رو مثلا مشخص میکنه. میگه من روی یک پای ایستادم و در حضور تو حضور دارم و من رو وارد کن در خرگه خودت و بنشون من رو، من رو راه بده به اون وادی امن خودت، به حیطه عشق خودت. هین آن لب ساغر بنهند در لب خشکم، وانگه بشن و سحر محقق ز دهانم. دیگه اون لبه ساغر، ساغر عشق رو بر لب خشک من بگذار و تا اون موقع من سحر حقیقت رو از زبان من بشنم. یعنی کی؟ یعنی من وقتی به زبان در میام، من وقتی به سخن در میام که اون لب ساغر رو به لب من گذاشته باشه، یعنی از جام معرفت تو بنوشم، اونگاه هست که میتوانم سخن حقیقت عشق را بیان کنم. بشنو خبر بابل و افسانه بابل، زیرا زره فکرت سیاه جهان. از اون حقایقی که میگم یکیش اینه که خبر بابل، اون داستان‌های بابل و نمی‌دونم اون چاه بابل و این صحبت‌ها و افسانه وایل، افسانه وایل اسم یه منطقه‌ایه، ولی حالا احساس می‌کنم که اشارتی به اون مباحث احادیث قرآنی داره که اون دو فرشته‌ای که از آسمان به زمین اومدن و میگه من از طریق فکر سیر می‌کنم جهان هستی رو و می‌توانم که حقایق جهان را بگویم به شرطی که لب ساغر به لب خشک من رسیده باشه. معذور همی دار اگر شور زهد شد، چون می ندهد عشق یکی لحظه امان. میگه من به شور و شوق آمدم، دیگه کنترل از دستم خارجه، من رو معذور بدار، بر من ایراد مگیر، خورده مگیر، زیرا که عشق یک لحظه به من امان نمیدهد که در حال خود باشم و آرامش داشته باشم. اندم که ملولی ز ملولیت ملولم، چون دست به شوری ز من انگوش گزانم. میگم وقتی که تو ناراحتی منم از ناراحتی تو ناراحتم. یعنی چی؟ یعنی بازتاب معشوق در عاشق درست مثل تصویری است که در آینه میگه. میگه تو ملول بشی من ملولم، اگه از من دست بشویی من انگوش به دهان باقی میمونم، نمیدونم چی کار باید کنم. آن شب که دهی نور چو مهتاب سحرگاه، من در پی ماه تو چو سیاره دوانم. دیگه اگر تو یه شبی تا سحرگاه نورافشانی کنی، یعنی من به یک کشف شهودی برسم، به یک به اصطلاح وادی وارد بشم، نزدیک بشم، نور تو به من برسه، من مانند سیاره‌ای که دور ماه میچرخد منم به دور تو خواهم چرخید. یعنی وقتی که تو تلالو داری من یک لحظه از تو غافل نیستم و به دور تو پروانوار میگردم یا سیاره‌وار میگردم. وان روز که سر برزنی از شو چه خوشی، باننده خوشی سراسر همه جانم. میبینی میگه از ملولیت ملولم، اما اگه مثل خورشید روشن بشی منم مثل خورشید روشن میشم، منم روشن، تو که روشن بشی منم روشن میشم و به سلام جانم روشن میشه، جانم رونق میگه، تلالو پیدا میکنه. وان روز که جان، وان روز که چون جان شبی از چشم نهانی، من همچون دل مرغ زندیشه تپانم. نمیدونم هیچ وقت شما اگه کبوتر یا مرغ توی دستتون گرفته باشید و تپش قلبش رو حس کرده باشید، چون من این کار کردم و حس کردم، میبینید چقدر با سرعت این قلب این پرنده میزنه، واقعا با سرعت میزنه. میگه که اون روزی که مانند جان پنهان میروی و من تو رو نمی بینم، اون موقع دل من از اندیشه، اندیشه به معنی فکر کردن با نگرانی است، یادتون باشه فکر کردن همین فکر کردن معمولی است، ولی اندیشیدن به معنی فکر کردن از همراه با نگرانی. دیگه من از اندیشه دلم مثل مرغ می تپد، یعنی نگرانم،
وقتی که تو را نمیبینم و از کنار من دور میشم. در روزن من نور تو روزی که بتابد، در خانه تو ذره به طرف رقص کنم. اینم خیلی تعبیر زیبای عاشقانه و به اصطلاح شاعرانه است. دیدید که یه جایی که شما سایه از تاریک از داخل منزلی هست و نور از بیرون میتابه، شما توی اون به اصطلاح مسیر نور ذرات غبار رو میبینید که همینطور معلق بالا پایین میشن. خیلی زیبا این به چشم میخوره. میگه در روزن من نور تو روزی که بتابد، میگه در روزن وجود من وقتی که نور تو بتابد، در خامت و ذره به طرب رقص کنم، مانند اون ذرات غبار من به رقص در دارم. کافی است که یک بارقه از نور تو به قلب من، به روح من بتابد، اون وقت هستش که من به وجد میایم و رقص کنان بالا پایین میشم. این ناطق خاموش چو اندیشه نهان رو، این ناطق خاموش چو اندیشه نهان رو، تا باز نیابد سبب اندیش نشانم. میگه که ناطق خطاب به خودشه، کسی که نطق میکنه، کسی که صحبت میکنه. خاموش هم که به اصطلاح چی میگن مخلصشه، به اصطلاح با این اسم تخلیص میکنه خودش رو، با این اسم خودش رو معرفی میکنه، خاموش. و نهان رو هم که به اصطلاح در اندیشه هم که نهان رو دیگه در پنهان هم کرده. میگه که این ناطق خاموش و چه اندیشه نهان رو، تا باز نیابد سبب اندیش نشان. سبب اندیش کسی که به اصطلاح کسی که عاقل است، کسی که علت و معلول را به اصطلاح درک میکند، میاندیشد، اون رو محاسبه میکند. میگه من وقتی که خودم رو خاموش میکنم و مانند اندیشه پنهان حرکت میکنم، دیگه عقل جایگاهی برای به اصطلاح یافتن من ندارد، زمین به اصطلاح زمینه شاهدی برای بازیافت من ندارد. یعنی چی؟ یعنی من در وادی عشق از عقل چی هستم؟ گریزان هستم و عقل من رو نمیتواند که شناسایی. خب این غزل 1689. غزل بعدی 1518 هستش که من باید برم و 1518 رو بیارم و ببینم کجا هست که 1518. ببینیم جناب مولانا در اینجا بسی با چی داره. میفرماید که من آن ماه هم که در لامکانم، مجو بیرون برا در عین جانم. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. مرا هم تو به هر رنگی که خوانی، اگر رنگین اگر ننگین ندانم. گهی گویی خلاف و بیوفایی، گهی گویی خلاف و بیوفایی، بلی تا تو چنینی من چنانم. گهی گویی خلاف و بیوفایی، بلی تا تو چنینی من چنانم. به پیش کور هیچم من چنانم، به پیش گوش کر من بی زبانم. گلابه یا گلابه چند ریزی بر سر چشم، فروش و چشم از گل من عیانم. لباس و لقمت گلهای رنگین، تو گلخاری نشایی می مانم. گل است این، گل است این گل، در او لطفیست بنگر. من اینجوری فکر میکنم درسته. گل است این گل، در او لطفیست بنگر، چو لطف عاریت را واسطانم. من آب آب و باغ باغم ای جان، هزاران ارغوان را ارغوانم. سخن کشتی و معنی همچو دریا، در آزوتر که تا کشتی برانم. بله، میفرماید که من آن ماه هم که در لامکانم، مجو بیرون مرا در عین جانم. من احساس میکنم که در این غزل گاهی مولانا از زبان معشوق در بعض از ابیات صحبت میکنه و در بعض از ابیات از زبان عاشق که خودش باشد صحبت میکنه. حالا من میگم شما قضاوت کنید.
اینجا از زبان مشروف میگه من ناهم کن در لا مکانم مجو بیرون مرا در عین جانم. این سخن معشوقه به نظرم، میگه من اون ماهی هستم که در مکان حضور ندارم. بالاخره ما یه ماهی داریم که مکانی داره، تو آسمان نمیدونی من کجاست، حتی میتونی من مشخص کنی که الان در کدام افق قرار گرفته. پس این میگه مجو بیرون مرا در عین جانم، من اون ماهی هستم که در عین جان هستم نه بیرون از جان. پس من بیرون دوباره من نگر، من در عمق وجودم. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. به نظر من اینجا چیزه، اینجا خود مولاناست که صحبت میکنه، میگه تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. میگه هر کسی تو رو به سوی خودش میخونه، منظورش معشوقشه، میگه بیا پیش من، ولی من تو رو به جز به سوی خودت به سوی کس دیگر نمیخونم، تو به سوی خودت هستی، یا من به سوی تو خودم را میخوانم. مرا هم تو، باز میگه مرا هم تو به هر رنگی خواهی، اگر رنگین اگر ننگین ندان. میگه تو هم، حالا باز صحبت میگه که تو اگر من رو به هر رنگی که بخوانی چه منو رنگین بخوانی چه ننگین بخوانی برای من فرقی نمیکنه. یعنی اینکه تو منو به چه رنگی میخوانی، منو چه رنگی توصیف میکنی، برای من همه داره، چه رنگین چه ننگین. من مثلا گهی گویی خلاف و بیوفایی، باز مولانا داره میگه، میگه تو به من میگی که گهی گویی خلاف و بیوفایی، ولی تا تو چنینی من چنانم. میگه تا وقتی که تو با من به سر جفا میکنی، منم اینگونه برخورد میکنم. پس بنابراین واکنش من نسبت به این است که تو چگونه با من رفتار میکنی. بعد دو مرتبه ادامه میگه به پیش کور هیچم من چنانم، به پیش گوشکر من بی زبانم. میگه به پیش کور هیچم من چنان، کسانی که چشم ندارن که ببینند، خب من پنهان هستم، کسی منو نمیبینه و هیچ هستم. و برای کسانی که گوش کر دارن، خب من بی زبانم، چون زبان من رو اساسا نمیفهمن نمیشنون. حالا این الزام معنی کره گوش ظاهری نیست، گوش باطن رو هم میتونید معنی کنیم. بعد دو مرتبه گلابه چند ریزی بر سر چشم، فروش و چشم از گل من عیانم. دیگه تو چقدر آب گل روی چشمت میریزی و چشم خودتو گلالود میکنی. فروش و چشم از گل من عیانم. دیگه چشمتو اگر پاک بکنی تمیز کنی. ببین این احیانا باز معشوق هستش که داره به عاشق این حرف رو میزنه، میدونید؟ دیگه که گلابه چند ریزی بر سر چشم، چقدر آب گل میریز رو چشمه، چشمتو از گل بشور تا من رو چگاه کنی بتونی ببینی. لباس و لقمت گلهای رنگی تو گلخاری نشایی میمانن. بازم معشوق داره به عاشق میگه، میگه لباس و لقمت گلهای رنگی نه، تو همش گلخاری میکنی، تو که گلخار هستی که نمیتونی بیای در کنار من قرار بگیری، تو باید گل بشی تا بتونی بیای پهلوی من و در حضور من باشی یا مهمان من باشی. بعد میگه گل است این گل در او لطفیست، بنگر چو لطف عاریت را واسطانم. من فکر کنم اینجا باز عاشق داره به معشوق میگه بابا این گل، بله درسته که گله، اما یه گلی در او وجود داره. یعنی میخواد بگه که گل وجود منم با یاد تو تبدیل به گل میشه، یا یه لطفی در وجود من هست. گل است این گل در او لطفیست، بنگر چو لطف عاریت را واسطانم. میگه که اگر من عاریت را از تو واسطانم، یعنی گل وجود من در کنار گل تو بوی گل خواهد گرفت و این گل من تبدیل به گل میشه اگر بهش نگاه بکنی، اگر لطف عاریت را از تو بگیرم، یعنی عاریت اون لطف خودتو به من عاریت بگیرم. من آب آب و باغ باغم ای جان، هزاران ارغبان را ارغبان. حالا اینجا دیگه توصیف میکنم، من آب آبم و باغ باغ هستم و هزاران ارغبان را ارغبان. هم که میدونید این گل، یک گلی اسمش به گل عقاقیا که رنگ ارغوانی بسیار زیبایی داره، بسیار خوش است. خب سخن کشتی و معنی، سخن کشتی و معنی همچو دریا در آزوتر که تا کشتی برانم. میگه سخن من مانند کشتی است که
در دریای معنی در حال حرکت است. زودتر وارد شو تا کشتی را بران. ببینید یه مقداری این شعر واقعا یه حالتی مثل کشف و شهود داره، انگار که خود مولانا هم ناخودآگاه سخن میگه، گاهی از زبان مشروقه گاهی از زبان خودشه، انگار در تخیلات خودش اتفاقاتی داره میفته، با مشروق داره حرف میزنه، همینا رو هم به زبان میاره، هیچ روتوش هم نکرده، هیچ به اصطلاح چه میدونم با سازی و از نظر گرامری و از نظر به اصطلاح فاعل و مفعولی و اینا هم چیز کاملا شعر وحشی و به قول معروف بکر از زبان بیرون میده، همونطور هم نوشته شده و در اختیار ما قرار گرفته. حالا منم در حدی که استعداد داشتم و میتونستم این رو بیان کردم. حالا دوستانم بعدم راجع به این قضیه لابد صحبت میکنن و نظرات حتما ارزنده ای رو خواهند داد و منم استفاده خواهم کرد. اما بیایم سراغ حافظ شیرین سخن. به 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 غزل چند باید بخونیم از حافظ؟ 221 و 222 بله همین چیز 221. ببینیم که جناب حافظ شیرین سخن چی داره برای ما امشب. میگه که چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، بر آشتی طلبم با سر عتاب رود. ببخشید من یه لحظه یه خود اینجا اشکال دارم توش. ببینم درست کردم. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، بر آشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. طریق عشق را شوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. گدایی در جهانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. سواد نامه موی سیاه چون تی شد، بیاز کم نشود گر سر انتخاب رود. حباب را چو فتد باد نخبت اندر سر، کلاه داریش اندر سر شراب رود. جاب راه توی حافظ از میان برخیست، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. بله چقدر جالب. خب چی داره میگه جناب حافظ؟ میگه که چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، بر آشتی طلبم با سر عتاب رود. این تاب رفتن و عتاب رفتن چقدر قشنگ جناس. میگه اگه دست به زلفش بزنم با سرعت از دستم فرار میکنم، اگر آشتی طلب کنم با ترش رویی و با عتاب و خطاب از کنار من بره. پس چی؟ نمیتونم دست به زلفش بزنم، نمیتونم منت کشی کنم، هر کاری بکنم بالاخره روی از من برمیتاب. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. ببینید مثل ماه نو راه بیچارگان نظاره. نظاره هم به معنی زار و بیچاره معنی میده و هم به معنی نگاه کننده، کسی که نظر میکند و نگاه میکند. میگه مثل ماه نو میبینید. دیدید که این سر این ماه نو همیشه با سر ماه رمضان مشکل داریم که این ماه شوال به صورت یه باریکه کوچولی یه لحظاتی پیدا میشه و سریع هم میره، که حالا اون موقع که روزه دارن میخوان روزه خودشون باز کنن. پس میگه که مثل ماه نوه که راه دل نظارگان بیچاره رو با یه لحظه‌ای میزنه با گوشه ابرو که هم باز کنایه از هلال مؤسسه، و دو مرتبه در نقاب میره و خودش رو پنهان میکنه. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگرنه به روز وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. میگه که شب شراب خوری منو خرابم میکنه. یعنی چی؟ منو مستم میکنه، نمیفهمم چه اتفاقی افتاد، خراب میشم، دیگه حالیم نیست چه اتفاقی میفته.
اما وقتی روز میشه و شکایت کنم اون خودشو به خواب میزنه. یعنی شب که قرار است که در کنار هم باشیم منو خرابم میکنه که من بیهوش میشم نمیفهمم شب چگونه گذشت، روز که میخوام بهش شکایت کنم آقا چرا ما رو خرابمون کردی و بیهوشمون کردی، اون خودشو میزنه به خواب که یعنی من با من حرفی هست. طریق عشق بر آشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه باشه تا برود. حالا اینجا توصیف راه عشق میکنه، میگه این راه عشق پر آشوب و فتنه است. ای دل اگر در طریق عشق میخوای حرکت کنی باید آهسته و پیوسته این راه رو طی کنی و خودت آماده همه گونه بلا بکنی. اون کسانی که میخوان در راه عشق باشه تا حرکت کنن مطمئن باش که زمین میکنن و به جایی هم نمیرسن. گدایی در جهانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. این تعجبه، میگه که ببین گدایی کردن در جانان مقامش بالاتر از سلطنته و هیچ کس از سایه امن جانان که معشوق ازلی و ابدی است به قول معروف به آفتاب زمینی باز نمیگردد. پس برای چی؟ میگه اگر تو در جانان معشوق گدایی بکنی مقامت از سلطنت روی زمین چیه؟ بالاتره و کسی آن مقام را به این مقام نمیفروشد. سوان نامه موی سیاه چون تی شد بیاز کم نشود گرصد انتخاب رود. میگه که وقتی که دوران موی سیاه به پایان میرسد، سواد یعنی سیاهی، میگه دوران سیاهی موی به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی دوران جوانی طی میشه و به دوران پیری میرسی، بیاض کم نشود گرصد انتخاب رود. سفیدی ها موهای سفید کم نمیشه، حتی اگر دونه دونه شون رو بخوای بکنی یا مثلا دونه های سیاه رو بخوای جدا کنی از سفید ها، سفید ها همچنان هست و یه هم زیادتر هم زحمت میشه. حباب را چو فتد باد نخفت اندر سر، کلاه داوریش اندر سر شراب رود. میدونید که شراب در به سر پروسه تخمیر که به قول معروف آب انگور تبدیل به شراب میشه، یه دوره هست که میجوشه، قلقل قلقل میجوشه و حباب ایجاد میکنه بر روی شراب. دیگه که حباب به سر نخوت اون حبابی است که میاد بر روی زندگی انسان رو میگیره، اما بدانید که حباب نخوت مانند حبابی است که بر روی شراب، این حباب ها تشکیل میشه و بلا فاصله هم میترکه و از بین میره. پس مراقب باشید که دوچار حباب نخوت نشوید، ببینید که این میترکه و به اصطلاح از بین میره. حجاب را توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. دیگه که حافظ تو حجاب خودت هستی بین خودت و معشوق، بنابراین منیت خودت رو، خودیت خودت رو از بین ببر، از این میان بردار تا بی حجاب در این مسیر چیکار کنی؟ بتونی حرکت کنی. کسی در راه معشوق حرکت میکنه به معشوق میرسه که منیت ها رو از خود چیکار کرده باشه؟ دور کرده باشه. خب این هم از این شعر. اما میایم سر شعر یا غزل شماره 222 ببینیم جناب حافظ در این غزل 222 بر ما چی گفت. از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بابد بدرقش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود.
حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. بسیار بسیار شعر عمیق و زیباست. یکی از سر کوی تو هر کو به ملالت برود، درود کارش آخر به خجالت برود. خب ملالت یعنی رنجیده خاطری یا به اصطلاح ناراحتی، دلنگرانی، یه همچین معنی میده. ملال، ملال یعنی ناراحتی، سختی، نگرانی. میگه که هر کس از کوی تو با ناراحتی برود، مطمئن باشید که کارش به آخر نمیرسد و کارش به خجالت و بدنامی خواهد رسید. پس یعنی چی؟ اگر ما این کوی رو کوی معشوق در نظر بگیریم، حالا این معشوق زمینی باشه یه معنی میده، اگر آسمانی باشه که من دوست دارم این معشوق رو آسمانی ببینم، میگه که کسانی که از کوی معشوق با ملالت میروند، با ناراحتی میروند، با نارضایتی میروند، بدانید که اینها آخر عاقبتی ندارند و کارشون به فضاحت و خجالت میبرد. کاروانی که بود بدرقش حفظ خدا، به تجمل بنشیند، به جلالت برود. میگه اون کاروانی که خداوند بدرقش میکند، خداوند حافظ میکند، اون با تجمل به سرا جایگاه دارد، مینشیند، خرگاه دارند و با جلالت هم میده و با جلال و شکوه هم به راه خودش ادامه میده. سالک از نور هدایت ببرد را به دوست که به جایی نرسد گر به زلالت برد. سالک از نور هدایت ببرد را به دوست. میگه کسی که سالکه با نور هدایت هست که به سرمنزل دوست میرسد. این سبقه قرآنی داره. میگه کسانی که به خدا ایمان دارند و از کارهای زشت خود را باز می‌دارند، از ارتکاب گناهان خود را باز می‌دارند، خداوند نور تشخیص حق از باطل را در دل‌های آنها روشن می‌کند. این در سوره اعراف. خیلی جالبه این سوره. پس من اینم همین. میگه سالک از نور هدایت ببرد راه بدوست. سالک کسی که راه رو هستش، نور هدایت خداوند هستش که هدایتش میکنه که به دوست برسد، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. اگر سالک در گمراهی حرکت کنه که به جایی نمیرسه، آخر گم میشه. زین راه، زین از این بیابان تاریک و به اصطلاح گمراه کننده، در این این شعر خیلی قشنگ، این بیابان تاریک و رها راههای گمراه کننده در شعرش هم بیا براتون بخونم. بعد میگه کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بتالت. میگه بالاخره تا به آخر عمر رسیدی، از می و معشوق کام خودتو بگیر. خب سعی کن یه دستاویزی داشته باشی، سعی کن یه توشه‌ای برای خودت داشته باشی. حیفه که اوقات عمر کلن با بتالت از جمع. اونایی که زمینی میخوان این رو معنی کنن، میتونن اینجور معنی کنن که بگن که بالاخره آخر عمر رسیده، سعی کن که از می و معشوق کام خودتو بگیری، این لذت این دنیا رو هم ببری. البته حافظ هیچ منکر لذت دنیا در کنار آخرت نیست و معتقد هست که ما در این دنیا وجود آمده ایم که از لذایز دنیا هم برخوردار باشیم. البته این با اعتقادات قرآنی و اسلامی هم مغایرت داره، چون خداوند در قرآن میفرماید که بخورید، بیاشامید، ولی اسراف نکنید. اونم به اصطلاح آموزه های دینی ما با این مخالف نیست که ما از لذایز دنیا بهره مند بشویم و در مسیر درست استفاده کنیم. گفتم من چندی بار، ما وظیفه‌مون تو این دنیا این هستش که از این دنیا بهره مند بشویم و در بهره مندی از این دنیا دیگران رو هم شریک بکنیم و در این حال دنیایی بهتر از آنچه که داریم برای آیندگان خودمون چیکار کنیم باقی بگذاریم، که دعای خیر آنها هم بدرقه حال ما و راه ما باشه. خب ای دلیل دل گم گشته، خدا را مددی تا
که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. ببینید ای دلیل دل گمگشته، قسم میده بگه ای راه نمای دل گمگشته ما، تو رو به خدا قسم میدم که ما را مددی بکن که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. دیگه آدم های غریب اگر راه رو بلد نیستن، اما اگر یک راهنمایی، یک دلیلی راهنمایی برای آنها وجود داشته باشه، راه رو چگاه میکنن پیدا میکنن. پس از راهنمای دل گمگشته خودش تمنا دارد که او را چگاه کند، هدایت کند. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. میگه این که مستوری و مستی، مستوری یعنی در عرض ماندن، ناآگاهی، غفلت، مثلا عدم داشتن بصیرت و آگاهی میشه مستوری. مستی یعنی مست شدن، حالا به تعبیر من مست شدن از جام معرفت الهی، کسی که سرخوش است، مست است و لذت میبرد. خب میگه این که کی مسته، کی مستوره، آخرش معلوم میشه، حکم بر خاتمت است. کس ندانست که آخر به چه حالت داره، هیچ کس نمیدونه که آخر عاقبتش چیه، مستوریست یا مستی. بنابراین ما باید سعی کنیم که به مستی برسیم و از مستوری چی بیرون بیاد. حافظ، حالا ببین چقدر قشنگ داره اینجا میگه، میگه حافظ از چشمه حکمت به کف آور جام، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. ببینید اون مستی از کجا میاد؟ از جام حکمت به دست میاد. خیلی زیبا تو این بیت آخر، بیت ماقبل رو چکار میکنه؟ توصیف و تعبیر میکنه که حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. ای حافظ سعی کن که جامی از چشمه حکمت به دست بیاوری و بنوشی. حکمت یعنی چی؟ یعنی آگاهی از قوانین حاکم بر جهان هستی، مفهومش اینه. و حکیم، به همین دلیل میگن حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم سعدی، حکیم بوعلی سینا، حکیم فلان. حکیم یعنی کسی که از قوانین حاکم بر جهان هستی با چشم بصیرت آگاهی داره. حالا این میتونه در وادی علم باشه، در وادی عشق باشه، در وادی عرفان باشه، همه این. خب میگه یک جامی از این حکمت به دست بیار تا نقش جهالت از لوح دل تو چی بشه؟ پاک بشه و زنگارهای قلبت از بین بره و تصویر معشوق در قلب تو با ساب ابدی و ازلی پیدا کنه. منم هم همین آرزو رو برای همه شما عزیزان دارم. ممنونم که توجه کردید و خیلی متشکرم از لطف شما. بسیار لذت بردم که در خدمت عالی بود. عالی. حالا لطف بفرمایید دوستان اگر نکته نظری مبحثی هست بفرمایید و استفاده کنید. جناب علی بفرمایید جناب علی. من یه دو سه دقیقه بعد از شما. بیت ما قبل آخر، سواد نامه موی سیاه که طی شد، بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود. میگه دوران جوانی تبدیل به پیری میشه، هر چی بکنی اثر پیری از بین نمیره، سپیدی پیری. سعدی قبلا در بوستان همین گفته، جوان تا رساند سیاهی به نور، برد پیر مسکین سپیدی به گور. دوره جوانی و پیری منظورش اینه، اثر پیری نمیشه از بین برد، موی سفید. بعد این عرض بنده همی بود. خیلی بیت آخر جالب بود، حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. خیلی جالب کار حافظ، جالب جالب. بله فوق العاده است. فوق العاده که چگونه انسان
نادانی تبدیل به دانایی میکنه. با چه کلمات زیبا. جواهر بنده همین بود. متشکرم جناب. ممنون جناب علی. امری داری بفرما. زنده باشید. دو سه دقیقه من مصده اوقات عزیزم میشم. البته جناب علی همیشه اشاره کردن در بیت اولی که از مولانا خونده شد، ساقی ز پی عشق روان است روانم، که این خب جناس روان است، جاری است روان من. بله. لیکن ز ملولی تو کند است زبانم. این روان اولین بار مولانا به کار نبرده، اولین بار در اشعار فردوسی هم هست. میفرماید خرامان شد، خرامان بشد سوی آب روان، چنان چون شده باز یابد روان. مثل این که آدم مرده دو مرتبه جون به تنش بیاد. این روان. بعد اینو بعضی کلمات هستن که خب آمادگی دارن، یعنی این استعدادو دارن که به کار گرفته بشن برای جناس. آقای ابتهاج هم همینو داره. میفرماید در یه غزلی دو سه بیت شعرینه که در تن زنده روان است روان تو، که گفت بی تن زنده روان است روان تو، که نیست. گفت عالم همه در بندگی شیطانند. گفتم ای زاهد خودبین، که به خودت نگاه کردی، گفتم ای زاهد خودبین به زیان تو، که نیست. ره به معنا نبرد آن که به صورت نگرد، سایه گفتند که صوفی است به جان تو، که نیست. اینا بعضی از کلمات این استعدادو دارم. البته خب در چیز در کلام حافظ اینا بسیار زیاده. یا شعرهای دیگه میفرماید که مثلا عراقی هم من دیدم میفرماید عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد. در حافظ که زیاده. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. یا شهریار میفرماید در یک مطلع غزلش، دوش گیسوی تو را ریخته دیدم بر دوش، خاطر آزردم امشب ز پریشانی دوش. بله. عرض شود که یه جایی که شب شراب فرمودید، در این کلمه رو، این ترکیب رو اول سعدی به کار برده و حافظ هم از او استفاده کرده. هر کدوم لطف. یک تقریبا قصیده بالا بلندی داره سعدی، برخلاف اینکه غزلیات یعنی عاشقانه سعدی معروفه، که اون میگه دل به عشق نبند، ولی آخرش میره حرفشو بر میگردونده. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است آدمی بسیار، از این درخت چو بلبل به آن درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیبا بوتیمار، کسی کند دل آزاده را به بند اسیر. و همطور میره جلو. بعد به یک بیتش اینطوریه، به راحت نفسی رنج پایدار مجوی، شب شراب نیرزد به بامداد خمار. شب شراب نیرزد به بامداد خمار، که اینو میگه و اصلا یه قصیده خیلی قشنگیه. اون که کتابی هم بود نوشته بودن بامداد خمار. بله، بامداد خمار هم خیلی رمان قشنگی بود. چقدر کتاب زیبایی بود، من کتاب خوندم، بسیار لذت بود. بله، رمان خیلی قشنگی بود. بود. دو تا رمان بود به نام شب شراب و یکی پاسخ شده بود بامداد خمار. بامداد خمار. بله، بعد شراب نیرزد خمار. این ببخشید، مستور و مست که الان در شعر حافظ بود، اینو باز سعدی برای اولین بار یعنی گفته، ترکیب این دوتا رو با هم آورده. میفرماید در یک غزلی، مستور و مست هر دو چو از یک قبیله هم، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. استاد شجریان هم خونده بوده. این چند نکته بود که
من یادداشت کرده بودم بیشتر از این دیگه وقت اجزام نمیکرد. بسیار عالی، دستتون درد نکنه. ممنون جناب. خیلی عالی بود. خواهش میکنم جناب علایه بزرگ. خب دوستان دیگه، امشب چقدرم طولانی شد، ماشاءالله شد 8:30. خیلی لذت به اصطلاح کلاس گرمیه، دوستان اونس هستن و ما هم که سیر نمیشیم از حضور دوستان. خب اگر نکته ای هست، مطلبی هست دیگه خانمای محترم آقایون، اگر مطلبی هست بفرمایید، وگرنه دیگه خدافظی کنیم و بریم ان شاء الله برای هفته آینده در خدمت هستیم. حالا رسی برنامه روز شنبه من کلاس فردوسی فعلا تعطیل هستش برای تا سپتامبر، اینطور که با مرکز زرتشتیان صحبت کردم. دوستان من میدونم بعضی از دوستان شرکت میکنن تو کلاس، پس هم بدونید که به خاطر تعطیلات تابستانه فعلا اونجا تعطیل، ولی این کلاس اونس خودمون همچنان برقرار هست، در خدمت دوستان هست. خیلی ممنونم. خب اگر نکته ای هست بفرمایید، وگرنه دیگه خداحافظ بکنم. خداحافظ. خیلی ممنون. تا خوش، دستتون درد نکن. عالی. دستتون درد.